رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در آغاز سفر پنج روزش به منطقه با همتای مصری خود و همچنین با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری آن کشور در قاهره ملاقات کرد وزیر خارجه آمریکا در قاهره بر تعهد مشترک دو کشور در جنگ با تروریست تاکید کرد دیدار از کویت اردن لبنان و ترکیه در برنامه کاری آقای تیلرسون است مهدی آرمی گزارش میدهد وزیر خارجه آمریکا زمانی به مصر بزرگترین کشور دریافت کننده کمک های مالی از آمریکا سفر کرده است که آقای سیسی پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده را تدارک می‌بیند. آقای تیلرسون بر اهمیت برگزاری انتخابات آزاد تاکید گذاشت. ما همواره مشوق انتخابات آزاد و عادلانه و شفاف نه تنها در مصر بلکه در همه کشورهای جهان بوده ایم. از این رو ما همیشه برگزاری انتخاباتی را که به حق شهروندان برای تصمیم گیری درباره خودشان احترام بگذارد و نیز مشارکت کامل همه شهروندان را در برداشته باشد تشویق کرده ایم. آقای تیلرسون با رهبران مصر درباره مسائل منطقی مورد نگرانی دو کشور از جمله سوریه، تعهد مشترک در جنگ با تروریسم و مسائل مربوط به اسرائیل و فلسطینی ها نیز گفتگو و تبادل نظر کرد. وزیر خارجه آمریکا حل بحران در سوریه را تنها در تقویت مذاکرات صلح با میانجیگری سازمان ملل ممکن دانست. وزیر خارجه شکری و من درباره سوریه و چگونگی همکاری برای تقویت روند سیاسی به رهبری سازمان ملل متحد گفتگو کردیم که تنها چارچوب سیاسی برای حل این بحران است. مصر نقش بسیار مهمی در حمایت از گفتگو میان نمایندگان اپوزیسیون و دولت مرکزی در دمشق ایفا کرده است. آقای تیلرسون و تعهد مشترک دو کشور در جنگ با تروریسم تاکید گذاشت به باور من پرداخت حدود یک میلیارد دلار کمک نظامی به مصر برای تقویت توانایی هایش در مقابل با تروریست که درباره برخی از آنها میتوان علنی صحبت کرد نشان دهنده تعهدی است که آمریکا در قبال امنیت مصر و جنگ با تروریسم دارد وزیر خارجه آمریکا در مصر در واکنش به نگرانی کشورهای عرب به موضع پرزیدنت ترامپ برای به از شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل گفت محدوده اورشلیم را طرفین درگیر تعیین خواهند کرد. به باور من مهم است که درباره موضع پرزیدنت ترامپ در رابطه با اورشلیم بگویم که او به دو نکته مهم اشاره کرده است یکی آنکه او هیچ تغییری را درباره وضعیت موجود برای نظارت بر اماکن مذهبی پیشنهاد نکرده است و نقش مقام های ناظر را به رسمیت میشناسد نکته دوم اینکه مرزهای نهایی اورشلیم هنوز باید تعیین شود که طرفها درباره آن تصمیم گیری خواهند کرد آقای تلرسون همچنین درباره نگرانی ها از وضعیت حقوق بشر و سازمان های مدنی که همواره در گفتگوهای مقام های آمریکایی با رهبران مصر مطرح شده است در ملاقات با رهبران مصر گفتگو کرده است. مهدی آرمی صدای آمریکا